با سلام به بینندگان عزیز جوناس تیوی، من ماشالله رزمی برای برنامه فارسی امروز به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما خواهم بود. هموطنان عزیز، صحبت امروز ما عمدتاً در مورد وقایع اخیر عراق و در قسمت دوم راجع به اعتراضات و تظاهرات عده‌ای از آذربایجانی ها در رابطه با خشک شدن دریاچه ارومیه خواهد بود. همیهنان عزیز، آنچنان که در خبرها شنیده اید، روز سه‌شنبه گذشته عده‌ای از اعضای گروه اسلامی که خود را حکومت عراق و شام می‌نامد، داعش، یعنی مخفف دولت اسلامی عراق و شام، داعش، در مدت چند ساعت شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق را به اشغال خود درآورد. موصل 2 میلیون نفر جمعیت دارد و یکی از عمدترین مراکز اقتصادی و نفتی عراق به شمار می رود. طبق اطلاعاتی که در رابطه با این مسئله در مطبوعات بین المللی منتشر شده، عده افراد داعش هنگام حمله به شهر موصل حدود 1500 نفر بوده است. در مقابل یورش این 1500 نفر، 16000 نفر از نظامیان عراقی که در موصل مستقر بودند با زمین گذاشتن سلاح‌های خود عملاً فرار کرده و شهر را به اسلامیون افراطی داعش تسلیم کردند. 10000 نفر از این نظامیان عراقی توانستند خود را به کردستان عراق برسانند و به نوعی به کردهای آنجا پناه بیاورند. سلاح‌ها و مهماتی که از اینها به جا مانده بسیار بیشتر از آن است که در ابتدا تصور می‌شد. گفته می‌شود که 6 هلیکوپتر جنگی، 200 زره پوش نظامی از زره پوش‌های ساخت آمریکا و تمام امکانات توپخانه و سلاح‌های زمینی به دست داعش افتاده است. همچنین گفته می‌شود که داعش در بانک مرکزی موصل 500 میلیون دلار پول نقد به دست آورده است. از نحوه تصرف شهر چنین استنباط می شود که از روزها قبل بین حمله کنندگان و مدافعین شهر نوعی رابطه وجود داشته و آنان عملا توانستند با نوعی توافق وارد شهر بشوند، به طوری که عملا مقاومتی صورت نگرفته و به صورت پراکنده در واقع تیراندازی شده است. اعضای داعش در مراکز دولتی، ادارات دولتی و پادگان‌ها مستقر شدند و اعلام کردند که مردم به کار و زندگی خود مشغول باشند. ما فقط با کسانی برخورد خواهیم کرد که در مقابل ما مقاومت می‌کنند. البته قوانین شریعت را نیز از همون لحظه به اجرا گذاشتند. فرار ارتشیان عراق از موصل در حالی که تعداد ارتشیان عراق 10 برابر تعداد نفرات داعش بوده است، نشان می‌دهد که وضعیت ارتش عراق بسیار آشفته تر از آن است که تصور می شد.
سه نفر از فرماندهان عمده عراقی هنگام حمله داعش به آن شهر در موصل حضور داشتند که عبارت هستند از غنی قبلان، فرمانده نیروی زمینی عراق، ابو گنبر، رئیس عملیات مشترک عراق، و مهدی الغراوی، فرمانده پلیس عراق. این سه جنرال عراقی که هر سه هنگام حمله در موصل حضور داشتند، وقتی متوجه ورود اعضای داعش به شهر شدند، سوار هلیکوپتر شده و از شهر فرار کردند. به دنبال آن داعش روز بعد پیشرفت نمود و شهر تجرید، زادگاه صدام حسین، را نیز به تصرف خود در آورد. به این ترتیب اکنون بیش از نیمی از خاک عراق، یعنی سه ایالت بزرگ الانبار، ایالت نینوا و ایالت جنب کردستان عراق، در تصرف نیروهای داعش می باشند. آنها اعلام کرده بودند که قصد توقف در منطقه را ندارند و می خواهند به طرف بغداد حرکت بکنند و حکومت المالکی را ساقط نمایند. ولی روزهای بعد عملا خبرها حاکی از آن است که پیشروی داعش در نزدیکی سامرا، که یکی از شهرهای مهم شیعه عراق است، متوقف شده است. ابتدا آنها قصد تصرف سامرا را داشتند، ولی ظاهرا به غیر از نیروهای نظامی عراقی، مردم سامرا نیز خود را برای دفاع آماده کردند، به حساب اینکه در شهر سامرا مقبره دو تن از امامان شیعه، یعنی امام دهم و یازدهم، قرار دارد و برای شیعیان شهر بسیار اهمیت دارد و نمیخواهند که به دست عناصر سنی افراطی سقوط بکند. در همین حال کردها به خاطر عقب نشینی ارتش عراق از شمال آن منطقه و تخلیه کرکوک، به علت اینکه میترسیدند داعش به آنجا نیز حمله بکنند، نیروهای پیشمرگه کردستان عراق شهر کرکوک را به تصرف خود درآوردند یا در شهر در پادگان‌های نظامی آنها که ارتش عراق خالی کرده بود مستقر شدند. به این ترتیب آرزوی کردها که 10 سال بود ادعای در واقع کردی بودن شهر کرکوک را داشتند، ولی دولت عراق با استقرار نیروهای نظامی با این کار مخالفت می کرد، به این حساب که کرکوک یک شهر متشکل از کردها، عربها و ترکمنها می باشد و از نظر جغرافیایی نیز جزو کردستان نبوده. ولی کرکوک نیز مانند موصل یکی از بزرگترین شهرهای نفتی شمال عراق می باشد و اکنون در دست پیشمرگه های کردستان عراق قرار گرفته است. این پیشروی ها با توجه به اینکه تعداد نفرات داعش در عراق و در سوریه بین 10 تا 15 هزار نفر ارزیابی می شود و خوشبینی ترین برآورده ها این است که تعداد اینها حدود 10 هزار نفر در عراق و 10 هزار نفر دیگر در سوریه می باشد، عملا نشان می دهد که چگونه ارتش چند صد هزار نفری عراق
از عهده 10-20 هزار نفر نیروی شورشی بر نمی آید. این مسئله نشان می دهد که موضوع تنها مسئله نظامی نیست و جنبه سیاسی این وقایع اهمیت بسزایی دارد. نظامیان عراقی با توجه به سیاست‌های دولت مالکی انگیزه‌ای برای مقاومت و جنگیدن ندارند، در حالی که افراد داعش که یا به شدت ایدئولوژیک هستند یا شدیداً می‌خواهند از شیعه ها انتقام بگیرند و یا مخالفان سرسخت دولت مالکی هستند، انگیزه کافی برای جنگیدن و عقب نشاندن نیروهای عراقی دارند. پیامدهای این وقایع تمام تعادل قوا در منطقه را تغییر می‌دهد. برای آشنایی بیشتر با این گروه افراطی بد نیست اندکی به تاریخچه پیدایش و تشکیل این گروه اشاره داشته باشیم تا بعداً در نتیجه گیری اطلاعاتمان در مورد آن به قدر کافی روشن باشد. هنگامی که در سال 2001 آمریکایی ها به افغانستان حمله کردند، تعدادی از اعضای القاعده که در افغانستان بودند از افغانستان فرار کرده و به ایران آمدند. این تعداد حدود بین 400 تا 500 نفر در آن زمان حد زده می شد. بخشی از رهبران القاعده در آن زمان توسط جمهوری اسلامی بازداشت شدند و بعد از مدتی جمهوری اسلامی ظاهراً با برنامه هایی که تدارک دیده بود آنها را رها نمود یا وانمود کرد که توانستند از ایران فرار بکنند. در میان این افراد یک نفر اردنی وجود داشت به نام ابو موسب الزرکاوی. ابو موسب الزرکاوی یک فرد نوعی یاغی و بیشتر یک هرج و مرز طلب اهل اردن بود که به افغانستان رفته بود و توانسته بود به خاطر شجاعتی که از خود نشان بدهد به بن لادن نزدیک بشود و از افراد نزدیک بن لادن محسوب گردد. وقتی زرکاوی از افغانستان همراه با افراد خود به ایران آمد، مدتی در ایران ماندگار شد. اما در آن زمان که هنوز صدام حسین در قدرت بود، جمهوری اسلامی صلاح دید که او را همراه با افرادش به عراق بفرستد. زرکاوی از سال 2002 در عراق مستقر شد و توانست تا اندازه جای پایی در آنجا برای خود باز بکند. هنگامی که آمریکایی ها در سال 2003 به عراق حمله کردند، زمان استفاده از زرکاوی و افراد همراه او برای مبارزه و جنگیدن با آمریکایی ها فرا رسیده بود. او که در افغانستان تجربه آموخته بود، توانست تمام تجربیات عملی خود را در جنگ داخلی در عراق در مقابل آمریکایی ها به کار ببندد. اگر او در افغانستان با افراد تقریباً
روستایی یا تعداد محدودی از خارجی هایی که به افغانستان رفته بودند همراهی می کرد. در عراق افرادی که به او و گروهش می پیوستند بسیار ورزیده و آموزش دیده بودند. در آن زمان گروه ابو مصعب الزرکاوی به عنوان القاعده عراق معروف شده بود که مستقیما از بن لادن دستور میگیرد و با آمریکایی ها میجنگد. اما در عمل عملیات زرکاوی در عراق علیه ارتشی های آمریکا عمدتا توسط سپاه قدس و جمهوری اسلامی طراحی و حمایت میشد. زرکاوی در عملیات نظامی دو بار زخمی شده بود و در هر دو بار در بیمارستان‌های صحرایی سپاه معالجه شده و از مرگ نجات یافته بود. این مسئله تا خروج آمریکایی‌ها از عراق همچنان ادامه داشت. ولی با خروج آمریکایی‌ها از عراق و روی کار آمدن دولت المالکی، دولت شیعه تحت حمایت ایران، مواضع زرکاوی نیز تغییر یافت. بعد از آن این قبل از اینکه یعنی این گروه، حالا شخص زرکاوی زیاد دیگر اهمیت خود را از دست داده بود، فقط گروهی که حول او متشکل شده بودند اهمیت نظامی و سیاسی پیدا کرده بودند. از موقعی که پای شیعه ها در عراق تثبیت شد، گروه های سنی عملا ناراضی بودند و به مقابله با گروه های شیعه پرداختند. آغاز جنگ شیعه و سنی در عراق در واقع توسط گروه الزرکاوی می باشد. در اوج مبارزات شیعه و سنی در عراق در سال 2007 عربستان سعودی از سنی ها حمایت می کرد و ایران از سپاه المهدی وابسته به افراد شیعه در عراق حمایت می کرد و اینا رو در روی هم ایستاده بودند. جنگ داخلی در عراق حتی قبل از خروج آمریکایی ها از عراق به صورت جنگ بین شیعه و سنی در آمده بود که شیعه ها توسط ایران حمایت می شدند و سنی ها از طرف عربستان سعودی و شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و کویت حمایت می شدند. سپاه المهدی تحت فرماندهی مقتدی صدر در آن زمان قصد مقابله جدی با گروه های سنی را داشت، ولی گروه های سنی عمدتاً در مناطق سنی نشین، در استانهای سنی نشین عراق پایگاه اجتماعی برای خود پیدا کرده بودند و صفوف آنها مرتب توسط داوطلبان جدید و همچنین داوطلبانی که از سایر کشورهای عربی می آمدند تقویت می شد. نیرویی که ابو مصعب زرکاوی پایه‌گذاری کرده بود و به القاعده عراق معروف بود عملا توانست در میان سنی ها، در میان مردم سنی عراق پایگاه مستحکمی برای خود پیدا بکند و هر روز قوی تر بشود. از سال 2007 این گروه خود را حکومت اسلامی
عراق نامید و عملا نیز منطقه الانبار، منطقه سنی نشین عراق ما بین بغداد و اردن در اختیار این نیرو قرار داشت. اما چرا نیروهای ورزیده سنی به گروه زرکاوی می پیوستند و اکنون در صفوف داعش قرار گرفتند؟ این مسئله دو علت سیاسی و دو اشتباه سیاسی را بیان می کند. یکی مربوط به انحلال ارتش عراق است. موقعی که آمریکایی ها به عراق حمله کردند و پول بریمر مسئول در واقع اداره امور عراق شد، اولین اقدامش انحلال ارتش عراق بود. ارتش 450,000 نفری عراق که با مدت 8 سال در جنگ ایران عراق آب دیده شده بود، یک شبه منحل اعلام کردید و تمام کادرها، فرماندهان و درجه داران این ارتش که در رده‌های مختلف عمدتاً از سنی ها بودند میبایست زندگی بکنند و منبع درآمد و حقوق و کارشون عملاً متوقف شد و آنان برای ادامه زندگی خود میبایستی به یه جایی تمایل پیدا بکنند و کار بکنند. نظامی ها غیر از جنگیدن کار دیگری بلد نبودند. این بود که به صفوف گروه های مسلح مخالف آمریکا پیوستند و در عملیات نظامی علیه آمریکایی ها شرکت کردند. همچنین انحلال حزب بعث نیز باعث شد که تعداد زیادی از کادرهای حزب بعث به عملیات نظامی علیه دولت عراق و حکومت آنجا برخیزند. از زمانی که مالکی رئیس دولت عراق شد، نخست وزیر عراق شد، سیاست‌های تبعیض‌آمیز شدیدی را در عراق به کار بست که از جمله آنها پاکسازی و تصفیه ادارات و نهادها و مراکز قدرت از عناصر سنی و از اعضای حزب بعث بود. این عده که بی‌رحمانه پاکسازی و از کار و زندگی در واقع می افتادند جایی نداشتند به غیر از اینکه به مخالفان حکومت بپیوندند. به این ترتیب انحلال ارتش عراق توسط آمریکایی ها و تصفیه و پاکسازی ادارات و نهادهای دولتی از سنی ها توسط مالکی نخست وزیر شیعه عراق دو عاملی بود که عمده نیروی مخالف حکومت را در گروه های مسلح سنی متمرکز ساخت و گروهی که ابو موسب از زرکاوی پایه‌گذاری کرده بود به یک تشکیلات عظیم و مورد در واقع حمایت سنی های عراق تبدیل شد. این گروه البته در شهر فلوجه در مقابل آمریکایی ها بسیار استادگی کرده بود و از همون زمان نوعی رشادت جنگی خود را نشان داده بود و کسانی که می‌خواستند با حکومت المالکی مبارزه بکنند روی آن نیرو حساب می‌کردند. هم اکنون نیز نیرویی که در واقع تشکیلات و نیروهای مسلح داعش را تشکیل می‌دهند عبارتند از در وهله اول نظامیان
دولت سابق عراق یا نظامیانی که از دوره صدام حسین در ارتش و نیروهای مسلح عراق بودند، بعد اعضای حزب بعث، بعد جوانان سنی، بعد قبایل سنی عراق که نمیخواهند تحت سلطه حکومت شیعه وابسته به ایران زندگی بکنند، و در مرحله آخر عده‌ای از مسلمانان افراطی که میخواهند جهاد بکنند قرار میگیرند. بنابراین این گروه در حال حاضر با القاعده که اساساً هدفش ایجاد خلافت جهانی و مبارزه با آمریکا بود متفاوت است. هدف این گروه در واقع سرنگونی حکومت عراق است و در کنار آن مسئله مبارزه با شیعه‌گری و دفاع از حقوق سنی ها در دستور آن قرار می گیرد و بیشتر به یک نیروی منطقه‌ای تبدیل شده است. البته عناصری از داوطلبان خارجی نیز در داعش وجود دارند، ولی تعداد آنها محدود است و عمدتا نیروی عراقی می باشد. از زمانی که جنگ داخلی در سوریه شروع شد، حکومت اسلامی عراق به نوعی در آنجا تحت عنوان حمایت از سنی ها و مبارزه با حکومت علوی سوریه حضور پیدا کرد. آنان که به راحتی می توانستند از مرزهای بین عراق به سوریه رفت آمد بکنند، مرتب توانستند در مناطق آزاد شده شمال سوریه برای خود پایگاه‌های ایجاد بکنند. همچنین همزمان با شروع مبارزه مسلحانه در سوریه، بشار اسد با یک حسابگری سیاسی کلیه سیاسیون و اسلامیون افراطی را که در زندان سوریه بودند آزاد ساخت و به این ترتیب عملا سازماندهی نیروی حزب الله افراطی یا مسلمانان سنی افراطی در سوریه را فراهم ساخت. بعد از آن نیز هر جا که ارتش آزاد سوریه تقویت می شد، بشار اسد می کوشید به نوعی با حمایت مستقیم و غیر مستقیم از داعش به آنها امکانات بدهد تا آنها در مناطقی که تحت کنترل ارتش سوریه نیست دست بالا را داشته باشند و بتوانند در مقابل سایر گروه ها بایستند. اطلاعاتی که در مورد آنها وجود دارد، صحبت هایی که من با شما در میان میگذارم، بخشن از این مجله هستش در آخرین شماره مجله دی اکونومیست که مسائل عراق و داعش را بررسی کرده، و همچنین روزنامه لیبراسیون که در شماره آخر هفته این هفته خود ابوبکر البغدادی را به عنوان بن لادن ثانی یا بن لادن جدید معرفی کرده است. در واقع بعد از شروع جنگ داخلی در سوریه، این گروه عملا از حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولت بشار اسد برخوردار بود. به این ترتیب میتوان گفت که تشکیل این گروه در ابتدا از طریق ایران به وسیله ابو مصعب الزرقاوی از اعضای القاعده در عراق بوده و در زمان حضور آمریکایی‌ها در عراق، این گروه از حمایت ایران
برخوردار بوده. بعد از تبدیل جنگ داخلی در عراق به جنگ شیعه و سنی، عملا مدت زیادی عربستان سعودی از این گروه حمایت میکرد و بعد از آنکه جنگ داخلی در سوریه شروع شد، دولت سوریه حامی اصلی این گروه هم از نظر تسلیحاتی هم از نظر مالی و نظامی محسوب میشد. نحوه حمایت به این ترتیب بود که نظامیان سوری پادگان‌هایی را که می‌خواستند تخلیه بکنند به داعش اطلاع می‌دادند. داعش با نفرات اندکش با آنجا حمله می‌کرد، نظامیان سوریه پادگان را تخلیه می‌کردند و تمام اسلحه و مهمات و خودروهایی را که در پادگان و پایگاه بود عملاً در اختیار می‌گرفتند و به این ترتیب به یک نیروی اصلی در جنگ داخلی سوریه تبدیل شده بود و جنگ او نه با ارتش عراق، عمدتاً با گروه‌های دیگر مخالف دولت بشار اسد بوده. و در ماه‌های گذشته عملاً هیچ گونه درگیری با دولت عراق، با دولت سوریه وجود نداشته و جنگ داخلی سوریه منحصراً بین اعضای داعش و سایر گروه‌های مخالف داعش در سوریه بوده است. در بعضی از شهرهای سوریه که داعش توانسته است پایگاه محکمی برای خود ایجاد بکند، عملاً حکومت اسلامی و قوانین شریعت را در آنجاها جاری کرده است. اینان در منطقه دیر زور که منطقه نفتی سوریه است نفوذ پیدا کردند و بعد از آنچه بخش‌هایی از این منطقه به ویژه چاه‌های نفت و لوله‌های نفتی در آنجا به دست اینها افتاد، برای تامین احتیاجات خودشان به فروش نفت پرداختند. یعنی نفت را از منطقه استخراج می‌کردند و توسط کامیون‌های بزرگ به کردستان عراق منتقل می‌نمودند و از طریق کردستان عراق به صورت غیرقانونی به فروش می‌رساندند توسط واسطه‌هایی که بین اینان و خریداران وجود داشت. نفت را تبدیل به پول و مایحتاج دیگر می‌کردند. رابطه این گروه با کردها چه در کردستان سوریه و چه در کردستان عراق همواره به نوعی مواظب هم بودن بوده است. اینان هرگز با هم درگیر نشدند و به اصطلاح روابط خود را با هم دیگر حفظ نمودند. نظر به این که در ماه‌های گذشته دولت المالکی با روابطش با کردستان عراق تیره تر شده بود و حقوق معلمان و کارمندان دولت در کردستان عراق را پرداخت نمی کرد، دولت موقت یا دولت محلی کردستان عراق که عملا به صورت مستقل آنجا را اداره می کند، به یک سری کارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی دست زد، از جمله فروش مستقیم نفت از طریق ترکیه. همچنین رابطه با همین گروه داعش برای همکاری جهت سرنگونی دولت المالکی. ولی هر گونه پیشرفت داعش به نفع کردها نیز تمام شده است. در کردستان سوریه نفوذ این گروه در نزدیکی مرزهای منطقه کردنشین باعث شده است که آرامش نسبی در آنجا برقرار شود، زیرا این نیرو با کردها درگیر نمی شود و همچنین هجوم این نیروها به کردستان به شمال عراق
و اشغال شهر موصل به کردهای عراق بهانه داد تا شهر استراتژیک نفتی و بسیار به اصطلاح از نظر سوالزیشی مهم شهر کرکوک نیز مسلط بشوند. تمام عملیات داعش طی سال جاری لااقل به نفع کرده ها تمام شده است، چه در کردستان سوریه و چه در کردستان عراق. داعش از زمانی در واقع نام خود را داعش نامید که توانست منطقه مخصوصی در شمال سوریه را در اختیار خود بگیرد و برای اولین بار حدود یک سال پیش اعلام کرد که مرزهای موجود بین سوریه و عراق را به رسمیت نمی‌شناسد. این مرزها مرزهای استعماری هستند و این گروه قصد تشکیل خلافت اسلامی در این منطقه را دارد و یک دولت مشترک بین عراق و سوریه به وجود خواهد آورد. به این ترتیب نام خود را الدولت الاسلامیت العراق و شام که مخففان داعش می شود نامید و بعد از تصرف شهر موصل نیز نام شهر را عوض کردند و ولایت اسلامیه موصل نامگذاری کردند یا ولایت موصل اسلامی. در مورد رفتار جمهوری اسلامی و نحوه برخورد با این گروه طی روزهای اخیر بیش از همه در مطبوعات بین‌المللی سخنرانی حسن روحانی منعکس شده است. حسن روحانی که به مناسبت سالگرد انتخاب خود به ریاست جمهوری صحبت می کرد گفت که ایران حاضر است با آمریکایی ها برای جلوگیری از پیشروی داعش همکاری نماید. به دنبال آن فرماندهان سپاه اعلام کردند که سپاه آمادگی دارد تا برای جلوگیری از نفوذ این گروه تکفیری به عراق نیرو بفرستد. دولت جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که اگر دولت عراق بخواهد ایران آمادگی دارد برای کمک نظامی به عراق نیرو بفرستد. ولی در عین حال همه منابع مطلع خبری گزارش کردند که طی روزهای گذشته گردانهایی از سپاه قدس به داخل عراق رفتند. قبلا نیز نیروهای قدس در آنجا مستقر بودند. همچنین بخشی از بسیج شیعه عراق که توسط سپاه آموزش دیدند برای مقابله با داعش به حال آماده باش در آمدند. روز بعد از اشغال موصل قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در اطراف بغداد از مواضع دفاعی شهر بازدید می کرده و عملا برای حفظ دولت المالکی وارد عملیات شده بودند. این گروه اسلامی به هر حال بخشی از افراد آن جهادی هستند، چون همچنان که توضیح دادم همه اعضای گروه داعش به افراد جهادی نیستند، عمدتاً از سنی های عراق هستند و از ارتشی های سابق یا از اعضای حزب بعث سابق هستند و اکنون به عنوان دشمن جدی در مقابل جمهوری اسلامی قد علم می کنند. بعید به نظر می رسد که این نیرو بتواند از منطقه که در حال حاضر در کنترل خود دارد بیشتر پیشرفت بکند و احتمال اینکه بعضی از مناطق را ارتش عراق
از دستانها خارج نماید وجود دارد. ولی در هر حال منطقه سنی نشین عراق پایگاه اجتماعی این نیروست و داعش شبیه طالبان در افغانستان نوعی حکومت اسلامی بر پایه قوانین شریعت را در آن مناطق پیاده می کند و مدتی نیست چون فعلا معلوم نیست ادامه خواهد داد. آمریکایی ها گفتند که قصد پیاده کردن نیروی نظامی را ندارند ولی به دولت المالکی کمک خواهند کرد تا در مقابل این گروه که آنجا تروریسم می نامند مقاومت بکند. همکنون نیز گردانهایی از ارتش و سپاه پاسداران در مرزهای غربی کشور هم مرز با عراق به حالت آماده باش در آمدند. آغاز جنگ شیعه و سنی که در واقع با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران کلید خورده بود و با حمایت جمهوری اسلامی از گروه الزرقاوی هنگامی که آمریکایی ها در عراق بودند در واقع ادامه یافت و امروز جنگ شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه به صورت یک معضل عظیم در آمده و نه تنها آرامش منطقه بلکه آینده خود جمهوری اسلامی را نیز مورد تهدید قرار می دهد. در هفته های آینده بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. هموطنان عزیز، در اینجا برای چند لحظه اعلان تنفس می کنیم و بعد از چند لحظه من باز هم در خدمت شما خواهم بود.